بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و برادران و خواهران گرامی. توفیقی است که در روز ولادت علی ابن موسی علیه السلام با هم برنامه ای رو مشترک در جشن ولادت حضرت همراه میشیم. در آغاز به عنوان ادای احترام و عرض ارادت خدمت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، صلوات خاصی ایشون رو ما با هم قرائت میکنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. امیدوارم که از عنایات خاص این روز و شفاعت خاص حضرت در این روز برخوردار بشیم. مطلبی رو با دوستان در میون میگذارم که قاعدتا تا حدی با اون آشنا هستید، اما توضیح بنده برای این مسئله که امروز انتخاب کردم در واقع یک طرح ذهنی جامعی از جایگاه امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام به ما میده. بعد از اون که نبی مکرم تاریخی رو شروع کردن، عصر جدیدی رو رقم زدن، هدایتی پایانی برای همین انسان ها آوردن، ما در بخش پایانی تاریخ بشر قرار گرفتیم. یعنی بعد از نبی مکرم دیگر پیامبری نخواهد آمد. آنچه که بعد از نبی مکرم به عنوان انسانها در روی کره خاکی قرار میگیرند، همه کسانی خواهند بود که در عصر پایانی تاریخ بشر زندگی میکنند و این عصر پایانی به عصر ظهور ختم خواهد شد که آخرین ولی خدا که اساره تمامی انبیاء و اولیاء هست نشان خواهد داد که آنچه که خداوند متعال به دنبال او بوده در عالم خلقت چگونه بوده و طریق انبیاء و طریق دیگران با هم چه تفاوتی داره. ما در عصر پایانی بعد از نبی مکرم داستانها و جریانهای مختلف و فراز و نشیبهای زیادی رو تجربه خواهیم کرد و خواهیم دید، اما اعتقاد داریم که این عصر به سمت عصر نورانی و به سمت پایان خوب تاریخ پیش میره. کسانی که پایان تاریخ رو بد میدانند، ما همچنین اعتقادی رو نداریم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. آنچه که خداوند متعال برای ما قرار داده این است که ظهور حقانیت این دین رو همه خواهند دید. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. تمام جریان های کفر و جریان های شرک در مقابل جریان توحیدی انبیا خاضع و خاشع خواهند شد و خداوند نورانیت خودش رو کامل خواهد کرد و نورانیت خداوند متعال در بستر و گستره عالم هستی به نمایش خواهد نشست. این شکلی از طرحی از آن چیزی است که در ما که ما در عصر پایانی اون رو ملاحظه خواهیم کرد، در عصر پایانی تاریخ بشر و عصر ظهور. البته قبل از اون فراز و نشیب خواهد بود، حق و باطل فراوان خواهد بود. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، یومون لنا و یومون علینا، روزی رو ما میبازیم و روزی رو میبریم و نتساول و تساول الفحلین، انسان ها مانند قوچهای جنگی به جان هم ممکنه بپرند، اما در واقع
این جریان به سمت صلح و سازش باید بره و انسان ها به درکی باید برسند و نیازی از حقیقت باید برسند که با اون درک حقیقت و نیاز حقیقت، نیاز به حقیقت و دستیابی به اون حقیقت رشد خواهند کرد، دین حق ظهور پیدا خواهد کرد. این طرح جامعه ای که ما اعتقاد داریم و حتی این اعتقاد رو داریم که زمانی مردم خواهند توانست به این دین و حقیقت‌های این دین نزدیک‌تر بشن که اونقدر به اضطرار برسن، نیازمند بشن که انتظار این رو داشته باشند که یک قدرتی آسمانی، یک قدرتی ملکوتی، یک قدرتی وحیانی انسان‌ها رو هدایت کنه و عصر ظهور بعد از آن اتفاق خواهد افتاد. بعد از این طرح جامع عرض می‌کنم که نبی مکرم که آخرین دین الهی رو برای انسان‌ها به ارمغان آوردند و مسیر این دین به نام دین اسلام روشن شد و طریق هدایت برای مردم معین شد، آنچه را که به عنوان دین اسلام، دین مسلمانی، دین تسلیم در مقابل حق، ان الدین عند الله الاسلام، خداوند متعال آن دینی را که در نهایت برای همه میپسنده و میپذیره، دینی است که در اون دین همه تسلیم حق بشند. این جریان که شروع شد، خب بعد از نبی مکرم افراد مختلفی برای تبیین این دین، برای عمل کردن به این دین اقدام کردند و هر کدام به شکلی این دین رو خواستن تعریف بکنند. اعتراف های پیش آمد و افراد مختلفی بنا به سلیقه خودشون، ذوق خودشون این دین رو خواستند تعریف کنند یا به تعبیری تحریف کنند، منحرف کنند و به سمتی ببرند که انتظار این رو داشتند که از این دین الان بهره‌های خودشون رو به دست بیارند. به این بخش تاریخ من کار زیادی ندارم و توضیح زیادی در این مورد نخواهم داد، اما لازم این رو بدونیم که آنچه که بعد از نبی مکرم اتفاق افتاد با انحراف‌های مختلف، با شکل‌های مختلفی که از دین افراد مختلف می‌خواستن ارائه بدن و مقاصد مختلفی داشتند، کسی باید اصل دین رو حفظ می‌کرد و کسی باید اصل دین رو به مردم معرفی می‌کرد. بعد از نبی مکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام که معروف از خاندان اهل بیت به خاطر آیه قرآن در مورد اهل بیت، این خاندان اهل بیت به دنبال حفظ اصل دین بودند. امیرالمؤمنین حرکت و قیام او برای این بود که به تعبیر خودشون ما سلمت امور المسلمین ولا تکون الجور الا علی خاصه، من به دنبال این هستم که اصل اسلام و مسلمانی حفظ بشه، جان مردم حفظ بشه و اگر در این حرکتی که انجام میدم بر من هم جوری بشه، ستمی بشه، من اون رو میپذیرم اما اصل اسلام حفظ بشه. حضرت امیر علیه السلام به دنبال اصل اسلام و حفظ این اصل بودند. بعد از ایشون امام مجتبی هم دنبال روی حرکت امیرالمؤمنین برای حفظ اصل اسلام بودند. منتها انحراف ها کار رو به جایی رسوند که امام حسین هم که بعد از امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام 10 سال در میان مردم بودند، برای حفظ اصل اسلام و پیشگیری از انحرافی که پیش آمده بود قیام کردند و بعد از 10 سال امامت، بعد از امام مجتبی، جریانی شکل میگیره به نام کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امت متحیر میموند که 60 سال بیشتر از پیامبر نگذشته، چرا این همه اتفاقهای ناگوار، چرا این همه مشکلات و انحرافات؟ گره کار به دست علی ابن موسی، علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد باز میشه و مسئله روشن میشه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که مردم مسلمان ادعای اسلامی رو یاد گرفتند و حرکت هایی را به عنوان حرکت های عبادی انجام میدند، اما تربیت دینی ندارند، تربیت معنوی ندارند.
امام سجاد علیه السلام نشان میدن به مردم که آن چیزی که باید شما میافتید و به او میرسیدید تربیت دینی بود، تربیت معنوی بود و شما نتونستید. اونی رو که باید پیدا میکردید ارتباط معنوی با خداوند متعال بود و نتونستید اون رو برسید و این ناتوانی شما و این ضعف شما برای رسیدن به این حقیقت باعث شد که فاجعه ها در طول تاریخ درست بکنید. جریان معنویت از زمان امام سجاد و جریان هدایت معنوی و تربیت معنوی در این زمان کمک میکنه به مردم که مشکل خودشون رو پیدا کنند. اما این کافی نیست، لازمه که یک تفسیر درستی از دین، تفسیر درستی از علوم دینی برای مردم ارائه بشه. بعد از امام علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد، آقا امام باقر، باقرالعلوم، کسی میشند که قرائت درستی از دین و دینداری، قرائت درستی از هدایت الهی، قرائت درستی از معنای بندگی رو برای مردم به ارمغان میارند و مشخص میکنند که آنچه که شما باید به اون میرسیدید و عنوان دین باید با اون مواجه میشدید چه حقایقی بود که از اون فاصله گرفتید و مسئله ولایت رو و نقش امام رو در دین و طریقه شیعه رو در فهم دین و طریقه شیعه رو در ارائه دین مشخص میکند. و از زمان امام باقر جریان مذهب تشیع یا طریقه شیعه پررنگ میشه. امام مجتبی علیه السلام بعد از امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام و حتی امام سجاد علیه السلام از مذهب شیعه و طریقه شیعه حرف زیادی رو به میان نمیارند، چون اصل اسلام باید حفظ بشه، باید مشخص بشه که دین از ما چی میخواد. اما امام باقر علیه السلام اصل مذهب رو مطرح میکنند و اینکه این دینی که شما دارید، مردم اگر حقیقت ناب او رو میخواید پیدا کنید میتونید از مذهب ما و طریقه ما مطلع بشید. جریان شیعه و جریان تشیع، جریان امامت، جریان ولایت خاص به طور خاص شکل میگیره. قبل از اون اگر افرادی ادعای تشیع یا شیعه گری میکردن به معنای پیرو مطرح بودن، پیرو به خلیفه. اما اینکه امامتی مطرح بشه، ولایتی مطرح بشه، معنای خاص امامت و ولایت که دین رو تعریف بکنه برای مردم مطرح بشه، از زمان امام باقر علیه السلام اتفاق میفته. پس امام باقر علیه السلام باز میکنن طریق دین رو از نگاه یک مذهب خاص به نام مذهب شیعه که از سایر جریان ها فاصله داره و جداست. شیعیان شکل میگیرند و در همین زمان هم هست که عده‌ای از ایران و از مناطق مختلف مثل خوزستان، مثل ری، مثل خراسان به سمت مدینه میرند تا آشنا بشن با جریان امامت و جریان امامت به شکل خاص خودش و معنای ولایی خودش در واقع از زمان امام باقر به سمت ایران سرازیر میشه. بعد از امام باقر علیه السلام نوبت به امام صادق میرسه. امام صادق علیه السلام در واقع الان تربیتی رو بر اساس مذهب شیعه باید برای شیعیان داشته باشن. شیعه قدرت پیدا کرده، جمعیت زیاد شده و حس میکنه باید قیام بکنه، حس میکنه باید انقلابی راه بندازه. اما امام صادق علیه السلام جلوی اونها رو میگیره و میفرماید که ما به دنبال این نیستیم که یک قیام بکنیم، به دنبال این نیستیم که یک انقلابی رو راه بندازیم، به دنبال این هستیم که حقیقتی رو درست بفهمیم و تربیتی درست پیدا کنیم. جریان امام صادق علیه السلام جریانی است که در اون جریان تربیت انسان شکل میگیره، تربیت یک فرد مذهبی به عنوان یک مسلمان شیعی شکل میگیره.
امام صادق علیه السلام در دورانی که هستند میدانی رو باز میکنند که محوریت اصلی این میدان درک عاقلانه، درک عالمانه، درک یک شخص فهیم از حقیقت‌های عالمه. به همین دلیل در مکتب ایشون، در مدرسه ایشون، در محضر ایشون شنیده اید که بیش از 4000 نفر اندیشمندان مختلف از مذاهب مختلف، مکتب‌های مختلف میان و تفسیر دین و دیانت، تفسیر معنویت، تفسیر تربیت، تفسیر هدایت و تفسیر تفکر شیعه رو از ایشون میشنوند و یاد میگیرند. نقش خاصی دارند امام صادق علیه السلام در طراحی مذهب و هدایت و تربیت انسان‌ها. این رفتار امام صادق علیه السلام و گفتگوی با مذاهب مختلف، گفتگوی با ادیان مختلف، گفتگوی با تفکر مختلف، گفتگوی با کسانی که حتی مسلمان هم نیستند و میخواند از دیدگاه امام صادق علیه السلام دین رو بشناسند، جریان وسیع فرهنگی رو ایجاد میکنه که این جریان فرهنگی باید در فضای آرام حرکت خودش رو ادامه میداد. حتی زمانی که بنی العباس از امام صادق دعوت میکنند که شما در جریان تحول اجتماعی که ما انقلاب و قیامی خواهیم داشت با ما همراه بشید، حضرت نمیپذیره و میفرمایند راه شما و هدف شما با راه ما و هدف ما متفاوته. به ظاهر هر دو به عنوان افراد دیندار میخواییم حرکتی رو انجام بدیم، اما در واقع شما صرفا مقاصد سیاسی دارید که از ابزار دین استفاده میکنید و ما به دنبال تربیت دینی هستیم و هدایت دینی. جریان امام صادق علیه السلام که در واقع یک امام تفسیری از دین و مذهب رو ارائه میده و تربیت میکنه، شکل جدی پیدا میکنه و نوبت میرسه به موسی بن جعفر. و الان دیگه بنی العباس به قدرت رسیدن و بنی امیه از بین رفتند. بنی العباس که امام صادق رو دیدند، میدونن موسی بن جعفر امام کاظم فرزند او ممکنه برای اونا چه خطری داشته باشه. به همین دلیل عمده دوران امامت امام کاظم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر با محدودیت، با زندان، با از شهری به شهری و سرزمینی به سرزمینی و زندانی به زندانی کنترل میشه و در این فضا بنی العباس در واقع با دور کردن امام از میان امتی که شکل گرفتند، از میان شیعه‌ای که شکل گرفتند، میخواد کنترل بکنه اونها رو. اما یه نکته رو اینها متوجه نشدن بنی العباس. اون نکته اینه که امام صرفاً یک شخصیت هادی و پیشرو اجتماعی نیست. امام صرفاً یک شخصیت سیاسی اجتماعی نیست. یه شخصیت معنویه که قدرت معنویت خودش رو به مردم نشون داده و در کنار اون هدایت و تربیت و معنویت محبتی رو در دل مردم داره که مردم با محبت امام زندگی میکنن و پیرو محبت امام هستند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حلقه محبت آمیز خودش رو در میان مردم داره و جریان هایی که به امام کاظم علیه السلام حضرت موسی بن جعفر وصل میشند به عنوان وکلای حضرت موسی بن جعفر در سرزمین های مختلف سخنان حضرت رو به ارمغان میبرند. یعنی یک جریان تبلیغی گسترده که هر کدام از کسانی که مبلغ موسی بن جعفر علیه السلام هستند سخنان اهل بیت رو به مردم میرسانند و حلقه های شیعی در سرزمین های مختلف ایجاد میشه و گستره اون در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف خودش رو به نمایش میگذاره. این جریان شکل میگیره تا نوبت میرسه به امام علی ابن موسی علیه السلام. هارون الرشیدی که موسی ابن جعفر رو به شهادت رسونده، وقتی که به او گفته علی ابن موسی هم باید
نشون بدی. امام رضا هم فرزند موسی بن جعفر کنترل کن، حرفی که میزنه خیلی حرف عجیبیه. حرفش اینه، من تجربه ای که دارم از برخورد با موسی بن جعفر به من داره میگه با این خاندان نباید اینطور درگیر شد، من باختم در این درگیری، چون این خاندان حقیقتی رو میشناسند و به مردم میگن که سخنان اینها مردم رو به سمت این حقیقت میاره و من نمیتونم جلوی اونها رو بگیرم. هارون الرشید دیگه نمیتونه با امام رضا علیه السلام این مقابله رو داشته باشه، نمیتونه محدود کنه امام رضا رو، نمیتونه زندانی کنه امام رضا رو. و امام رضا علیه السلام در مدینه باید تمام این تاریخ رو که از زمان نبی مکرم تا زمان ایشون رسیده هم درست تحلیل کنن، انحراف ها و آسیب ها رو به مردم معرفی کنن و راه درست رو به مردم نشان بدن. در کنار همین اینها الان امام رضا علیه السلام در دورانی قرار گرفتند که شیعیانی که در سرزمین های مختلف شکل گرفتند گاهی وقتا حرف های یکسانی ندارند، به شکل های مختلفی دین رو فهمیدند از یک طرف، از طرف دیگه در مقابل شیعیان سایر مذهب ها شکل گرفتند و اونها یک نوع گفتگویی با مذهب شیعه دارند که باید امام جواب اونها رو هم بده. ادیان مختلف هم به میدان آمدند، به همین دلیل علی ابن موسی علیه السلام میدان گسترده فرهنگی، گسترده اجتماعی رو داره که باید نشون بده نقش یک امام چیه در این میدان. و وقتی که مأمون حضرت رو دعوت میکنه که به دارالخلافه بیاد در طوس و حضرت نمیپذیره و مأمون به او پیغام میده مجبورید، باید بیاید وگرنه مسائل اونقدر خطرناک خواهد شد که جان انسانها در خطر قرار میگیره، حضرت برای حفظ جان انسانها، جان مؤمنین، جان شیعیانی که تازه شکل گرفتن و زمینهای اختلاف فرهنگی و فکری میان اونها زیاده و ممکنه دست به شمشیر ببرند و خون همدیگر رو بریزن، امام رضا علیه السلام وارد میدان میشند و به سمت طوس میاد. در مسیر جمعی از کسانی که شیعه هستند به همراه کسانی که شیعه نیستند در نیشابور جمع میشن تا حضرت رو ببینند و از حضرت پیامی رو بگیرند. اولین پیام امام رضا علیه السلام برای تمامی گروه ها و فرقه ها و عمدتاً شیعیان حرفی است که تا الان گفته نشده و این حرف رو باید مردم بشنوند. همه آمادند، حضرت رو در حلقه خودشون گرفتند و حضرت باید به حرف مردم، سوال مردم جواب بگن. سوالی که علما مطرح میکنند اینه، آیا میتونید به ما سخنی بگید که تا الان نشنیدیم؟ مذهبای مختلف حرف زدند، اندیشمندان مختلف مطالبی رو گفتند، حرف شما در این میدان یک حرف تازه چیه؟ حضرت برای گفتن اون حرف تازه طریقی رو انتخاب میکنند، سخنی رو میگن که به اون سخن گفته میشه سلسلت و ذهب. سلسله یعنی حلقه های ذهب یعنی طلا، یک حلقه طلایی تشکیل میدن و سخنی عجیب دارند در این حلقه طلایی. میفرمایند از پدرم نقل میکنم موسی بن جعفر و ایشان از پدرشان نقل می کنند امام صادق و ایشان از پدرشان نقل می کنند امام باقر، همینطوری نقل می کنند از نبی مکرم صلی الله علیه و آله، همه یک سلسله اینچنینی از خاندان اهل بیت رو تعریف می کنند به نبی مکرم می رسانند، یعنی ما از نبی مکرم نقل می کنیم و بعد از خداوند متعال، از خداوند متعال نقل میکنید، این سلسله رو نقل میکنن تا خداوند متعال، یعنی یک جریانی که برای شما میخوام اون رو بگم از خداوند متعال برای شما نقل دارم میکنم. اینطور نیست که روایتی رو من بگم بنویسید، اینطور نیست که روایتی رو که من میگم پدران من نگفته باشند، یا اگر پدران ما گفته باشند نبی مکرم نفرموده باشند، یا اگر نبی مکرم فرمودن خداوند متعال اون رو نفرموده باشه.
سلسله طلایی اتصال به خداوند متعال. و در اونجا میفرمایند که خداوند متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، قلعه حفظ من اینه کسی بگه لا اله الا الله، فمن دخل حسنی امن من عذابی، آن کسی که وارد این قلعه بشه در امان خواهد بود و عذابی نخواهد دید. خب این حرف جدیدی نبود که حضرت می‌فرمودن، همه با تعجب نگاه می‌کردن. نوشتیم خوبه، اما خود پیامبر از همون آغاز بعثتشون فرمودن قول لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگید و رستگار بشید. پس حرف جدیدی نیست. متعجب شدند و دیدن که حضرت سوار بر مرکب به حرکت کردند. یا ابن رسول الله، از شما حرفی می‌خواستیم بشنویم، همین بود. و حضرت دستور توقف میداد و مرکب می ایسته و رو به این جمعیت به شروطها، لا اله الا الله رو کسی میخواد بره وارد قلعه بشه، راه توحید رو یاد بگیره، هدایت بشه به سمت توحید، شروطی داره و انا من شروطها، و من ولی خدا راه بر این قلعه هستم و شرطش اینه که با من بیاید. شرط توحید میشه ولایت، طریق توحید از ولی خدا میگذره. حضرت رضا علیه السلام کسی میشند که درست عالم اهل بیت، درست فرزند علی مرتضی و فاطمه زهرا و خانواده ای که از سلسله سادات هستند و از اهل بیت همه این درجات رو دارند، اما تا الان این سخن به این شکل گفته نشده که راه توحید، راه هدایت به سوی خداوند متعال باید از ما گرفته بشه و از ما به اون سمت باید برید، وگرنه به هدایتی نخواهید رسید. این جایگاه علی ابن موسی علیه السلامه، این طریقه موسی، امام علی ابن موسی علیه السلام امام رضاست که طریقه کل این خاندانه و طریقه وصول به توحیده. نگاه ما به علی ابن موسی این چنینه. و بعد از علی ابن موسی علیه السلام دیگه کسی از طریقه اهل بیت که جدا می شدن قبل از اون نتونست جدا بشه، یعنی کسانی که متوقف شدن بر امامت امام صادق یا بر امامت امام موسی بن جعفر امام کاظم، بعد از اون دیگه نتونستند این طریق منحرف کنند. هر کسی که به امام هشتم برسه، فرزندان امام رضا علیه السلام، همه دیگه ابن الرضا هستند، ابن الرضا، فرزندان امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، همه ابن الرضا هستند. یعنی طریق علی ابن موسی علیه السلامه. به همین دلیل اون کسانی که به دنبال ولایت تام هستند، به دنبال درک توحید و حقیقت توحیدی دین هستند و راهی میخوان پیدا کنند به سمت این دنیای توحیدی دین، باید از علی ابن موسی علیه السلام اذن بگیرند، دریافت معنویت کنند، دریافت هدایت کنند. و این نقش علی ابن موسی علیه السلام در دین ماست. سلام و درود خدا بر این امام همام، بر اجداد طاهرین ایشون و فرزندان پاکشون. سلام و درود خدا بر همه پاکان و نیکان همراه با اولیاء خدا. و سلام و درود خدا تقدیم به شما برادران و خواهران ایمانی و همراه با علی ابن موسی علیه السلام در این برنامه. موفق باشید.